از ویدیویی که الان با هم دیدیم واقعا خبر خوب اینه که سلام دین و کسای دیگه که باهاش محاکمه داشتن میشدن برای قاچاق انسان به خاطر اینکه اومدن از پناهندگان دفاع کنن و نجاتشون بدن وقتی داشتن غرق میشدن، میبینیم که الان آزاد شدن و دادگاه محاکمهشون نکرد و خب این واقعا یک پیروزی بزرگه برای حق و حقوق پناهجویان و کسایی که میان پا میزنن جلو و نجاتشون میدن. دقیقا نجات انسان و دفاع از حق انسان، به خصوص اونه که دارن فرار میکنن از فقر، از بیخانمانی، از جنگ، از سرکوب، وقت دارن در میرن حقشون و هر کس ازشون دفاع میکنه نجاتشون میده، جرمی مرتکب نمیشه. به همین خاطر کاری رو که اینا میکنن قابل ارزشه و رأی خیلی خوبی تو دادگاه دقیقا. نتیجه خیلی خوبی بود و نشون داد که کسایی که انسان رو نجات میدن جرمی نکردن. کسایی که جلوی فرار آدم ها رو میگیرن اونا هستن که باید محاکمه بشن، بخاطر که حق انسان رو دارن پایمال. دقیقا یه سری هم میگن خب کار غیر قانونی کردن، این کسایی که داشتن سعی میکردن وارد یونان بشن، کسایی که بدون ویزا پاس اومدن و غیره. و خب بحث اینه که خب در یه مدتی هم بوده، دورانی بوده که افرادی بودن، یهودیایی که داشتن سعی میکردن از آلمان ناتسی فرار کنن، یواشکی غیرقانونی نجاتشون دادن، کمکشون کردن و اونا امروز به عنوان قهرمان شناخته شدن. و خب سلام الدین و کسایی که دارن این کار امروز میکنن، اینا هم قهرمانای فردا نه فقط بد باشن، ولی قهرمانای همین امروز هم. و به نظر من دنیا اینا رو به عنوان انسانها و نماینده انسانیت امروز میشناسه 100%. و ما هم در واقع پیروزیشون رو باشون جشن میگیریم و آرزوی موفقیت و بهبود براشون میکنیم. 100%.